بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها. سلام. حالتون خوبه؟ الحمدلله. از این هوای خوب لذت میبرید؟ بله. خب خدا را هزار مرتبه شکر. امروز یکی دیگه از درس های فارسی رو با هم دیگه میخوایم مرور کنیم. درس آرش کمانگیر. ما آماده شدیم تا صحنه ای از شهامت و رشادت این پهلوان و تیرانداز ماهر ایرانی رو با همدیگه اجرا بکنیم. خب من میرم کنار تا انشاءالله شما کارتون رو شروع بکنید. در گذشته دور، کشور بزرگ و آباد ایران، مردمان با دانش و پرتلاش داشت. ایرانیان با گذشت و شادابی در کنار هم زندگی میکردن. زنان، مردان، دختران و پسران همچون یک خانواده بزرگ و صمیمی با یکدیگر مهربان بودند. اما یک روز خبر بدی به گوش رسید. در شمال شرقی و در همسایگی ایران مردمان کوچ‌نشین و بیابانگردی زندگی می‌کردند که به آنها تورانیان می‌گفتند. پادشاه تورانیان افراسیاب نام داشت. افراسیاب لشکر بزرگی آماده کرد و دستور داد که یک باره به ایران حمله کنند. ای سپاه من، ای یاران دلاور من، آماده باشید. به زودی جنگی سخت در راه است. ما باید به سرزمین ایران حمله کنیم و این سرزمین بزرگ و آبادا از چنگ آنان بیرون آوریم. وحشت سراسر ایران را فرا گرفت. منوچهر شاه ایران همه بزرگان در ایران و سربازان ایرانی را برای دفاع از وطن فراخواند و برای جلوگیری از حمله تورانیان با ایشان به مشورت پرداخت. ای سپاه من، ای یاران دلاور من، آماده باشید. به زودی جنگی سخت در راه است. ما باید تا آخرین قطره خون بجنگیم و از کشورمان ایران دفاع کنیم. دلاوران ایران از جمله گرشاس، قارن، آرش و سام نریمان با یک دیگر پیمان بستند که تا پای جان از ایران و مردمان ایران دفاع کنند. بیزن در نسوگن میخوریم که تا جان در بدن داریم از کشورمان ایران دفاع کنیم و حتی جان خود را در این راه بدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام، خوبی؟ بفرمایی بشین. خسته نباشین. حالتون خوبه؟ بچه هم دوست پرچم بردید. آره، پرچم دست من رو دیدید بچه ها جون؟ بله. میدونید برای چی من به این پرچم اومدم کلاس؟ بله. خب به زودی متوجه میشید که چرا با این پرچم عزیز و مقدس و سرنگ و زیبای کشورمون اومدم. اول شما به افتخار پرچم پر افتخارمون ایران بلند شید، احترام بذاریم به پرچم. بفرمایید بشید. حالا بگم برای چی با پرچم اومدم بچه ها جون. چون امروز یکی از افتخارات کشورمون رو میخوایم دوباره با هم مرور کنیم و از داشتن کشور عزیزمون و اینکه ایرانی هستیم و توی این کشور زندگی میکنیم یک بار دیگه احساس غرور و افتخار بکنیم. سپاه ایران آماده باشید. حمله! با ورود تورانیان به سرزمین ایران جنگ سخت و وحشتناکی آغاز شد. دلاوری های ایرانیان تورانیان را شگفت زده کرده بود. اما لشکریان ایران که آمادگی این حمله ناجوان مردانه را نداشتند مجبور شدند تا شهر آمل عقب نشینی کنند.
طولانی است. اگر همینطور ادامه دهیم، نه پیروزی سپاه ما معلوم می شود و نه سپاه ایرانیان. بهتر است راهی بیاندیشیم. فکری دارم. بهتر است پهلوان ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند. هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد. مگر یک تیر چقدر پرتاب می شود؟ ما برنده قطعی این جنگ خواهیم بود. خوب است قربان. می توانی بروی. به منوچهر شاه بگویید که افراسیاب شاه تورانیان به دیدار او آمده است. او را راهنمایی کن. منوچهر شاه دستور دادند شما را تا خیمه‌اش راهنمایی کنم. چه شده است که به اینجا آمده اید؟ آیا سخن مهمی دارید؟ جنگ سخت و تورانی است. میدان جنگ از خون جنگ جویان سرخ و گلگون شده است. فکری دارم. بهتر است پهلوان ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند. هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد. نظر شما در این باره چیست؟ باید با یارانم صحبت کنم. پهلوانان سپاه، منوچهر شاه شما را به خیمه خود احضار نموده است. به آنجا بروید. بچه جون اونجا رو داشته باشید. درخت فعالیت هامونه دیگه، باش آشنا هستیم که. خب میارمش اینجا میذارم راحت تر باشید. لطف کنید پیکای هر گروه بیان اینجا کنار این درخت فعالیت هامون وایسن. از هر گروه فقط پیکا بیان لطفا. خب پیک گروه شما و پیک گروه بعدی. یه پیک دیگه هم باید داشته باشیم دیگه. شما هم پیکی؟ خب دخترای خوبم، یه سری فعالیت هایی روی این برگای این درخت فعالیت برای شما گذاشته شده. به دلخواه یه برگ بچینید برید داخل گروهتون. هر برگی رو که دوست دارید بچینید. یکی از موفق ترین روش ها توی آموزش تلفیق درس ها با همه، یعنی اون زمانی کار ما ارزش پیدا میکنه که بتونیم الگوها رو در هم تنیده کار کنیم. یعنی بتونیم ریاضی رو ربط بدیم به دینی، فارسی رو ربط بدیم به علوم، یعنی یه جوری درس ها رو به هم دیگه در هم تنیده بکنیم. تیری به سوی خاور پرتاب کنند. هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد. آیا از بین شما کسی مایل به انجام این کار است؟ من حاضرم این تیر را پرتاب کنم. حتی حاضرم جان خود را در این راه بدهم. خدا پشت پناهت. برو خودت را برای این کار آماده کن. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری می‌دهد سامان گر به نزدیکی فرود آید. خانه ها من تنگ، آرزو من کور، ور بپرد دور تا کجا تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان. لطف کنید بچه ها، به هر گروهی یک ورقه آچار میدم. رو فعالیتی که دست پیک گروهتونه فکر میکنید، هر چی رو که از درس فهمیدید، از نمایش متوجه شدید، یاد گرفتید، به صورت قصه کوتاه، به صورت یه نمایش کوتاه، یه متن کوتاه، یا حتی به صورت نقاشی گروهی میتونید انجام بدید تا من بزنم به تابلو و همه دوستاتون استفاده کنم. کدوم گروه ورقه نداره؟ گروه شما. آره، در مورد همونی که تو ورقتون نوشته شده. خب شروع کنید. ورق گروهتون رو بذارید، اون برگی که چیدید رو بذارید. آرش، آرش، اوست که میخواهد تیرا پرتاب کند. خدا یارایش. ای مردم،
خوب مرا ببینید. در بدن من هیچ عیب و نقصی نیست، اما خوب میدانم چون تیر از کمان رها شود همه نیروی من اصلا بیرون خواهد رفت. من جانم را در این تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی را فدا خواهم کرد. آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تنابر ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. این در هم تنیدگی جذابیت درس رو برای بچه‌ها بیشتر می‌کنه، یعنی درس و کلاس رو از اون حالت خستگی بیرون میاره. بچه‌ها خیلی راحت احساساتشون رو بروز میدن. به نظر من وقتی دانش آموز چیزی رو به شیوه نمایشی یاد میگیره، هیچ وقت اون از ذهن خاطرش فراموش نمیشه. من خودم هر چی فکر میکنم اون چیزایی رو یادمه از معلمای قدیم خودم که به روش نمایشی نشونم دادن. اون چیزایی یادمه که آزمایش شد، اون قسمتایش تو خاطرم مونده که یکی اومد نمایشش رو انجام داد، اونا رو بیشتر تو ذهنم مونده و همیشه خودم این احساس رو میکنم. میگم بچه اگر این قسمت رو به نمایش خودش دست به کار بشه، نقشیه که هیچ وقت تو ذهنش قابل پاک شدن نیست. ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خاک از سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان، ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک می شما میبینید خانمی در دروس جغرافیا، تاریخ و یا خیلی از درسای دیگه دانش آموزان رو میاره و با مفهوم طبیعت آشنا میکنه، اونها رو آشنا میکنه با در حقیقت مفاهیمی که در طبیعت هست، زنده، ملموس و در ذهن دانش آموز میکاره. اینا جلوه هایی است که در 3-4 نفر 5 نفر ما آمدیم اینها رو در حقیقت ارائه کردیم، گفتیم این اتفاقات داره میفته. اما کنه کار رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که در جای جای استان، در همه مناطق ما انسانهای خدومی به عنوان معلم وجود دارند که عرض کردم شاید دیده نشند و رفتارهای خودشون و فعالیتهای خودشون رو هم گزارش ندن، اما دارن با عمق کار میکنن. عادی بجان یه بار مثل اولو بخون ببینم. آفرین. یه بار با هم همه با هم شدیم با هم پروانه تو. نگاه کنیم بچه ها، یه اشکالی که داشت این بود که صدای نسترن، دقت کردید خودتونم متوجه شدید صدای نسترن یک کمی بلندتر از صدای بقیه بود، صدای بقیه همزمان با هم قشنگ همخوانی داشتن، صدای نسترن یک کمی بلندتر بود. شما باید سعی کنید که صدا هم سطح صدای بچه ها باشه، حالت جیغ نداشته باشه تو سرود. معلم عزیز مهربان و تو ادا پرورش هم جسم و جان و معلم عزیز مهربان و تو ادا پرورش هم جسم و جان و مرتب هر کسی سر جای خودش قرار میگیره. صداهاتون رو سعی کنید از همدیگه زیاد بالا و پایین نکنید، اصلا هم حواستون پرت نشه، فقط گوشتون به آهنگ باشه که با آهنگ جلو و عقب نرید یه وقت. باشه بچه ها؟ پس حتما لباستون رو مواظب باشه، شالتون، اون هد زیر شالتون، اینا همه مرتب بپوشید و آماده باشید که انشالله برای اجرای
سرودتون. خودتونم تشویق کنید، خیلی عالی بود. خب من دیگه کاری با شما ندارم، شما میتونید تشریف ببرید از اینجا، میتونید برید انشالله. برید بیان برید. ناهید آسیان هستم، 17 سال سابقه کار دارم با مدرک لیسانس آموزش ابتدایی. معلمی برای من همه زندگیمه، چیزیه که احساس میکنم اگر 100 بار دیگم بمیرم و زنده بشم باز شغلی به جز معلمی رو انتخاب نمیکنم و البته برام خیلی مهمه که تو همین مقطع ابتدایی باشم. اول بازار ماهی فروشا رو می‌بینیم، بعد انشاءالله یه سری به معبد هندوها می‌زنیم. یکم یه جلوتر. سلام، خسته نباشید، سلامت باشید. از دبستان دخترانه نامجو مزاحمتون میشیم، مربوط به درس جغرافی بچه ها هست. میخواستیم یک ماهی هایی رو که بیشتر توی دریای جنوب صید میشه برای بچه ها معرفی بکنیم. شما بیشتر به عنوان یه ماهی فروش حالا یا ماهی گیر توی دریای جنوب بیشتر چه نوع ماهی هایی رو صید میشه؟ زیاد، ولی الان که اینجا تو بازار بندر از شیر ماهی، ماهی تون، سرخو، سنگسر، معمولا این ماهی ها زیاد اینجا استفاده میشه. اگه براش امکان داره برای شما، میخوام نمونه ماهی ها رو بگیرید که بچه ها ببینن. این شیر ماهی.
نیست. این ماهی شیره بچه ها، یکی از بهترین و معروفترین ماهی های دریای جنوب. این ماهی حبور، ماهی تون. این ماهیه که بچه ها تون ماهی باش درست میکنن. ماهی حبور معروفترین. این هم ماهی سرخو. این هم سرخو. این ماهی سرخو هست بچه ها، میبینید؟ انواع ماهی هایی رو که توی جنوب خوندیم با هم دیگه. این ماهی سنگسر بچه ها، میبینید بچه ها چقدر سپله، میبینید چقدر خوشگله. خب دیگه این اسمایی که از همون موقع ببین الان سرخوه قشنگ میشه خست رنگ قرمز، درسته؟ تیغه هاش رو نگاه کنید بچه ها و پوستش رو که پر از پولکه. ماهی تازه حتما باید ماهی شفاف باشه، بعد موقعی که فشار میده حتما بدنش باید صفر باشه. موقع نگاه کردن باید دقت به چشم ماهی کنی. اگه یک روز توی آب یخ باشه قرمز میشه. این سه حتما باید سفید باشه. بعد آبشوش ماهی هم تقریبا باید قرمز و صورتی باشه. پس بچه ها نشانه های این که ماهی سالمه اینه که گوشت ماهی باید وقتی فشار میدیم، نه گوشت ماهی باید سفت باشه. رنگ آبشوشش رو بی زحمت اگه امکان داره نشون بدیم به بچه ها. بله آبشوش ماهی باید قرمز یا صورتی باشه و چشم ماهی باید رنگش زلال و روشن باشه، سفید و زلال باشه. از آقا تشکر بکنید، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. ببینید این قسمت الان دارن ماهی ها رو خورد میکنن، اون قسمت هایی که اضافی هست داخل شکمش آره اونا رو بیرون میارن که مشتری ها بتونن راحت تر ازش استفاده کنن. اون قسمت هم نگاه کنید الان اون آقا داره همین کار رو انجام میده، میبینی؟ بیایید بچه ها این قسمت ها رو. سلام، خسته نباشید. ببخشید که مزاحمتون شدیم. ما بچه ها از مدرسه مزاحمتون شدیم. در مورد درس جغرافیا میخواییم بیشتر با ماهی هایی که تو جنوب صید میشه و میگویی که توی دریای خلیج فارس صید میشه و به عنوان یکی از امتیازات مهم برای خلیج فارس میخواستیم بیشتر توضیح بدید. انواع میگوها چی هستن؟ فصل صید میگوها بیشتر کی هستن؟ 45 روز فصل میگویه که در استان هرمزگان صید میشه. بعد همه نمونه میگو داریم، میگو ببری داریم، میگو موزی داریم، میگو سرتیز داریم، بعد سر میگو داریم، میگو پرورشی هم گاهی وقتا میاد دنبال میگو. بعد بیشتر الان هم میگوی تازه از دریای خلیج فارس صید میشه. میگو اکثرا از طرف میناب صید میشه، میاد تا طرفهای کشم و درگهان و این ورا کلن سید میشه. باشه توی علوم هم خوندیم یه اینو خرچنگ خوراکی چیه؟ میگو. میگو کلن میگو از خانواده خرچنگه. یه نوع میگوی، یه نوع خرچنگ خوراکیه، یه نوع غذای خیلی خوشمزه و مقوی و مفیده که انواع غذای محلی هم یه نوع غذای محلی که با میگو درست میشه رو میتونیم برای بچه ها؟ خورشت میگو و حواری. استعمالش میگه ما میگه حواری. خیلی ممنون. هر معلمی روش تدریس خودشو داره. ما تا اونجایی که از دستمون بر بیاد وظیفه خودمون رو انجام میدیم. همکارای دیگه هم خدا را شکر اواخر خیلی شیوه ها فعال شده و تو تدریس ها خیلی تحول ها اتفاق افتاده، انجام میدن بچه همکارای دیگه هم این روش ها رو. حالا اگر اتفاقی بیفته که انجام ندن، من همینجا ازشون خواهش میکنم که تمام سعی و همتشون این باشه که به روش های فعال کار بکنن. خوبه خوبه خوبه. میتونی سنگریزه ها رو هم بعدا با هم دیگه جمع میکنیم میبریم انواع سنگ های روستو دیگه. نه بیشتر صدف هم. اینا انواع سنگ های روستو بیان. بیاد اینجا سنگ های روستو بیره ببینیم بچه ها. آوردن بچه ها به کنار ساحل دریا یه استفاده های چند منظوره میشه ازش داشته باشیم.
گاهی مواقع برای نوشتن انشاهای توصیفی، جمع‌آوری سنگ‌ها در مبحث علوم، آشنایی با مشاغل مختلف، حتی برای مبحث جغرافیا میتونیم ازشون اینجا خیلی استفاده کنیم، از این محیط استفاده کنیم. بچه‌ها با شنای ساحل خیلی قشنگ میتونن کار بکنن، بازی میکنن. کلن یک ساعت فوق‌العاده لذت بخشی رو در کنار همدیگه میگذرونیم و لذت میبریم. بیاید. خب بچه لطف کنید بیاد جلوتر. خانم یاسمن بیاد جلوتر. اشکال نداره، بیاد یه قسمت جلوتر. همینجا واسید. الان پشت سرتون رو یه لحظه برگردید. میبینید؟ شهر زیبای بندرعباس که در کنار دریای خلیج فارس قرار گرفته. خب حالا یاد گرفتیم به شهرهایی که در کنار دریا قرار میگیرن میگن بندر. بندر محل رفت آمده چیه؟ الان میتونی لنجه و کشتی‌ها رو ببینید. این قسمت دقت بکنید، ببینید چقدر قشنگن بچه‌ها. اون قسمت تورای ماهیگیری رو نگاه کنید بچه‌ها. ماهیگیرا میرن چیکار میکنن؟ توراشون رو میندازن توی آب دریا ماهی میگیرن، درسته؟ خب گفتیم یکی از شغلای مردمی که توی بندر زندگی میکنن ماهیگیری، ماهی فروشی، بارگیری کشتی هاست. خب ادامه یه درس جغرافیای امروزمون میخوایم با هم دیگه بریم داخل یه لنج ماهیگیری رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم یک لنج ماهیگیری از چه قسمتایی تشکیل شده، ساختمونش چطوریه. فکر میکنم براتون جالب باشه اگر بدونید داخل یه لنج ممکنه چه قسمتایی وجود داشته باشه. فقط این قسمت چون یکم بلندی داره مواظب باشید، من کمکتون میکنم بعد برید بالا، باشه؟ آفر. آره. کجا میتونم پاشونم؟ پاتون رو بزنید روی این لبه تا من کمکتون کنم بریم بالا. آفر. میتونی بری؟ آفرین. همینجا یه دایره تشکیل بدید تا من بیام شیدا. راستنم برو. آفر. مواظب باش. ما مزاحم وقت شما شدیم که برای دانش آموزان ما که به درسشون مربوط میشه این قسمت ها یه توضیح مختصر بدید که این لنج از چی ساخته شده؟ این لنج از چوب. چه چوبی معمولا؟ چوب مثلا ساج. به هر چوبی مثلا نمیتونی لنج درست بکنی. این چوب مثلا اسمش ساجه. به هر چوبی مثلا لنج درست نمیشه. همه یه لنج ها از این چوب ساخته میشن یا چوبای مختلف استفاده میشه برای؟ نه نه. به هر چوبی نمیتونیم به لنج درست بکنیم. ما الان دو نوع تور داریم. یعنی سیدمون یک کافیه، یک گوشگیر روابی انتظاریه. در هر دو حالت سیدمون انتظاریه. گوشگیر رو سطحی بهش میگن تقریبا دوربر حلوهش 5 ساعت بیشتر نمیتونیم تو آب بذاریم. چون که ماهیمون خراب بشه. چون که فصل سیدمون رو به تابستون گرمی هواه سیدمون خراب میشه. سفر توی دریا برای شما چه احساسی داره؟ آیا خطرناکه؟ لذت بخشه؟ چه موقعی حس خوبی دارید؟ چه موقعی احساس خطر میکنید؟ خب دریا همجور مثل هر شیعی مثلا هم خطرناکه هم آروم. زمانی که خطرناک میشه انسان هم احساس خطر میکنه. حالا میخوام همه برگردید به این قسمت نگاه کنید. خلیج همیشه نه نرید جلو نرید. خلیج فارس. No!
آرزو خیلی دارم در زمینه آموزشی. شاید برای خودم آرزویی ندارم، ولی آرزو دارم که یه روزی تمام بچه ها، تمام دانش آموزای مستعد ایرانی بتونن اون جوری که در شأنشون هست بهشون آموزش داده بشه. من کار کردم، بودم، جاهایی رو دیدم که انقدر بچه های با استعدادی هستن که امکاناتی در اختیارشون نیست و دلم میخواد طوری بشه که امکانات در اختیار این بچه ها قرار بگیره تا آیندهشون واقعا یه آینده خوبی داشته باشن. ایران!